همراه هستیم با آقای حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس. با سلام و عرض ادب خدمت شما. آقای جمشیدی، یکی از سوالاتی که در این خصوص پرسیده میشه این است که آموزه های دینی در رابطه با پرهیز از خشونت، در رابطه با تربیت کودکان چه میگویند؟ بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت بیننده های محترم شما. عنایت بفرمایید، آیات قرآن صریح نسبت به نرمی و لطافت. نسبت به پیامبر اکرم خداوند میفرماید لو کنت فظا غلیظ القلب لم فظ من حولک. تو اگر اخمومی بودی، تو اگر عصبانی می بودی، تو اگر زبان تندی می داشتی، مردم از دور بر تو پراکنده می شدن. لذا پیامبر اکرم رحمت للعالمین هست، ضمن اینکه رحمت خود مردم جزیره العرب هم بود. یا آیات قرآن شما نگاه بکنید، 114 تا سوره ما داریم، در 114 تا سوره به استثنای یک سوره که بسم الله نداره، باز در ضمن همین سوره هم بسم الله آمده، بسم الله الرحمن الرحیم، که من معتقدم صرف لا اله الا الله شعار ما مسلمان ها نیست، بلکه بسم الله الرحمن الرحیم شعار ما مسلمان است. نه اینکه خدا نیست، خدا یکی است، بلکه اون خدای یگانه هم مهربان هست و هم حساب ما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار میده. لذا مسئله مهم اینه که در نظام دینی ما آنچه که ما مجبور به رعایتش هستیم کنترل نفس خودمونه، کنترل خشم خودمونه. یعنی اگر پدری، اگر مادری، اگر که معلمی خشم خودش رو اعمال میکنه بر روی فرزندش، این رو لطفاً به دین نسبت ندن. ایشون ممکنه متدین باشه، ولی که در حینی که خشم رو داره بروز میده بدونه که تحت تاثیر شیطان قرار گرفته و یک عمل شیطانی داره انجام میده، و این رو به گردن دین میندازن، به عنوان دین مطرحش میکنن. و الا کسانی که در حوزه تربیتن، کسانی که در حوزه اصلاح جامعه هستن، فرق نمیکنه چه والدین، چه معلمها و چه ماموران نظامی و انتظامی، اینها مکلفن که خشم خودشون رو کنترل کنن. لذا اگر که میبینیم اینها اعمال خشم میکنن، اعمال خشم مشکلیه که خود اینها دارن. لذا در خیلی از مراکز وقتی که معلم خشم خودش رو اعمال میکنه، معلم رو میفرستن روانشناسی، میگن آقا شما برید ببینید وضعیت شما چی هست. چرا؟ چون در عرصه دینی آنچه که ما داریم رحمت، آنچه که ما داریم مغفرت، آنچه که ما داریم گذشته، آنچه که ما داریم کتمانه، آنچه که ما داریم با لطف صحبت کردن، با نرمی صحبت کردن. این ویژگی هست که بایستی یک مسلمان حتما داشته باشه. فرق نمیکنه چه زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن، که بعضا شنیده میشه که خشونت هایی صورت میگیره، چه والدین نسبت به فرزند، این هم نبایستی به هیچ وجه نبایستی خشونت داشته باشن، چون این خشونت در بچه نهادینه میشه. خب بچه همین کار رو یاد میگیره و فردا با بچه خودش هم همین عمل رو انجام میده. بلکه اگر مشکلی پیش اومد میبایست مشکل رو بریم حل بکنیم، نه اینکه خشم خودمون رو بریزیم بیرون. برونداد خشم خودمون ناشی از یک بیماری است، نه اینکه این رو به پای دین بگذاریم. بله، از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوهای آینده شما رو به خدا میسپارم. حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس.